سردار علی هاشمی. الان اینجا تقریبا نزدیک 200 متر داخل خاک عراق علی موفق شد همه لشکرها را، یعنی همه بچه هایی که با او کار میکردن، به نقطه هایی ببرد که ده ها کیلومتر با خاک خودمون فاصله داشت. لقب سردار هور را به او دادند. فرمانده ها به حجر گفتن برگرد برگرد، ایشون گفت من نمیتونم برگردم و ما با هم بودیم. ما یک کسی میخواستیم برای قرار به نصرت که هم بینش اطلاعاتی داشته باشه هم بینش عملیاتی داشته باشه. این آقای علی هاشمی رو ما انتخاب کردیم. علی هاشمی کسی که سال 1340 در منطقه حصیرآباد اهواز متولد شد و مؤسس قرارگاه سری نصرت بود. حدوداً 1800 متر که پایین تر ما بریم قرارگاه خاتمچار، قرارگاه فوق سری خاتمچار اونجا قرار داره. تمام این جاها جان آب بوده، همش نی بوده، هم نی فشرده است، یه دفعه همش نی بوده. مجاهدین و مدافعان همزمان همیشه آماده و در حال آموزش و شمشیر به دست آماده هر گونه جنگ. علی هاشمی پس از تشکیل قرارگاه نصرت و ارائه کلی عملیات خیبر و بدر، مسئولیت سپاه ششم امام صادق علیه السلام را عهده‌دار شد. روزی که آتش اینجا از تمیریخ، یعنی قشنگ قرارگاه، قشنگ خود قرارگاه را دو تا قرارگاه محکم می‌کنیم. سال 62 قریب به یک سال تموم کار شناسایی در هور الهویزه انجام شد. عملیات های بزرگ جنگ در سوم اسفند سال 62 در این منطقه به اجرا درآمد که خیبر نام گرفت و سال 63 نیز عملیات دیگری در این منطقه به نام بدر انجام شد که طراح آن حاج علی هاشمی بود. سرپولی که عراقی ها گرفته بودن از دست عراقی ها در آورد، به همدلی اسمش تبدیل شد کرد به طرف نور. هلیکوپتران شستن بودن حاج علی اینا رفتن توی نگه تا شده شد. سردار هور شهید شد و مادر 22 سال چشم انتظار فرزند. دیگه چشم کور شده از که گریه کردن چشم انتظار شده. وقتی از کسی از جای میبینم با همیستم گریه میکنم رد میشم خلا میدونه. این خونه کوچیک دلنشین و گرمی هم که میبینید همون جاییه که مردی بزرگ مثل علی هاشمی رو در خود جای داده بود و علی هاشمی از همینجا به جبهه اعزام شد. جستجو برای پیکر سردار در یک فضای مثلثی شکل در حدود 100 متر مربع آغاز شد تا اینکه نتیجه کلی انتصاب نمونه استخوان به شماره 1728 به سردار شهید علی هاشمی تایید می‌گردد. سال 89 بود که سرانجام سردار هور به وطن بازگشت. منم سرگشته حیرانت خیلی خوش آمدی ماما دلی دارم در آتش خانه کرده.